اسم مستعار من دانیاله، به قول خانوادم خیلی دوست دارم میگن تو کنار حرم امام رضا توی یه بیمارستان به نام جواد الائمه به دنیا آمدی. به همون خاطرم خب به حال یکی از اسم اصلی من جواد. پدرم سوم راهنماییم که تمام شد گفتش که پسر جان تو، من بهت پیشنهاد میکنم برو درس حوزه علمیه رو بخون و باشو سرباز آقای امام زمان. و تسلیم شدیم به عشق آقای امام زمان، به عشق سربازی آقای امام زمان و اینی که ما منجی، ما منجی عالم بشریت هست، دین کامل هستیم، آخرین دین هستیم، همه به پای ما اقتدا میکنن. با این تفکراتی که خب خیلی زیاد هست اگر بخوام بگم که دلایلم زیاده، اومدم و رفتم درس حوزه رو شروع کردم و نزدیک به 6 سال من درس حوزه خوندم. دست دست است دیگه، فرقه بقول فرقن دیگه، فرقه ای که حاکم هست فرقه اصولیه. ما فرقه های دیگه ای داریم، فرقه اخباریون داریم، فلان داریم. بعد از اون اومدیم چه کار کردیم؟ بعد 5 سال پدر میاد وارد فرقه شیخیه میشه و من رو تشویق میکنه که از اصولی بودن در بیام. حالا ببین اینجا رو من چه کار بکنم. حالا ما 5 سالم اصولی بودن یاد گرفتیم، حالا بعد از این در بیام. این فرقه فرقه زاله است یا خدا، بیا برو داخل فرقه ناجی شیخیه باشو. قبا باید بپوشیم تا روی زانو. آقایون خانوما بلا استثنا باید این پوشیه رو داشته باشن. ما فقط کم داشتیم تو خونمون این که صدای تلویزیون، صدای موزیک تلویزیون رو نشنویم که پدرمون لطف کرد تلویزیون رو همجوری کشید بالا انداخت زمین. من که چند وقت پیش یه ویدیو دیدم از چیزا طالبان، دقیقاً هم طالبان هم همون کار میکردن، بسم الله میگفتن تلویزیون‌ها رو میشکستن. همینو من با چش خودم با کار بابام دیدم. جلوی در خونمون یک حالت خاک روبه بود، نساخته بودن، ساخته نشون، قشنگ با افتخار تلویزیون بلند نماز داشت میخون، ما چیز رو روشن کرده بودیم تلویزیون، صدای موزیکی یهو بلند شد. این خب دیگه طبق اعتقادش نمازش باطل شده، تلویزیون رو برداشت از هرسش زد شکون. من نمیدونم اینجا تو این اسلام چرا آرامش آموزش داده نمیشه، فقط باید بزنیم. خلاصه ما با این دیدگاه 5 سال کجا درس خوندیم، بعدش هم که چی شد؟ دیپلمه رو که نگرفتم. 5 سال درس هم که اینجوری مالیده شد دیگه. اون فرقه فرقه ناجیه نبود اصولی، فرقه ناجیه همون چیه؟ فرقه شیخیه. از موقعی که وارد حوزه شدیم عقد موقت صیغه خیلی خوبه، اصلا کلن افتخار اینه که شما عقد موقت داشته باشی. فلان بانو افتخارش اینه که تا به الان 999 تا عقد موقت داشته. اصلا کلان ذهن ما رو درست کرده بودن دنبال این بگردیم که عقد موقتی پیدا بکنیم. حتی شاید باورتون نشه، توی خونه که پدر من بود و دوست پدر من بود و رابطه خیلی صمیمی داشتیم، اینا گفتن که ما از خانمایی که خب به حال خدمت دارن میکنن به فرزندان اسلام، خب دوست پدرم گفت آره ما ایشونو مثلا یه تایم موقتی عقد کردیم و الان ایشون حاضر هستن واسه که شما عقد بکنید با ایشون. و ما این کار رو میکردیم زیاد، یعنی افتخارمون بود. نگاه بکنم همینجور که نماز زیاد میخونیم ها، اینم جزوش بود، افتخار میکردیم که این کار بکنیم. یعنی وقتی این کار میکردیم حس میکردیم که الان یه پله نزدیکتر شدیم به خداوند، یه پله نزدیکتر شدیم با امام زمان، یه پله نزدیکتر شدیم به امام حسین، یه پله نزدیکتر شدیم به امام علی. چون آقا امام علی هم همین بوده، آقا امام حسین هم همین بوده، افتخارمون این بود. فشار روحی روانی من خیلی عذابم داد. یکی از دوستا به من گفتش که بیا یه تایمی، خب خیلی با خانم به مشکل خورده بودیم که حتی هی صحبت جدایی بود. من از یه بر دوستش داشتم، زندگیمو دوست داشتم، دوست داشتم تلاش بکنم بسازم و از یه طرفم خب نمیشد، یعنی ایشون یه چیزی میگفت من یه دیدگاه دیگه داشتم. دوست ما گفت نابود شدی، صورت لاغر، سیاه، مثل تریلیت، مثل تراکتور داری از صبح تا شب کار. میگفتم چی کار بکنم آخه،
اینجوریه. و من گفت یه بار یک چند وقتی از کشور بیرون، چون خیلی جا من هی میرفتم که بتونم آروم بشم نمیشدم، اومدم استانبول. و توی یکی از این روزها که من توی محله آکسارای داشتم کار میکردم، کسایی که اومدن ایرانیایی که اومدیم استانبول، محله آکساران رو احتمالا همه میدونن دیگه، محله داریم، محله ایرانیا، محله چینیا، محله آفریقایی، یه کوچه‌ای داریم به نام کوچه ایرانیا. اونجا من کار میکردم که یه دوست عزیزی که هر جا هست خدا پشت و پناهش باشه، ایشون به من یه کتابی داد، انجیلای کوچیکی که برای بشارت هست. خیلی خوشحال شدم، آخ جون انجیل دستم رسید. میدونی چرا خوشحال شدم؟ خوشحالیم از این نبود که میخوام مسیحی بشم، نه، خوشحالیم از این بود، باورم میدونی چیه؟ شنیده بودم که یه سری ایرانی ها هستن، شیعه های علی، شیعه های دوازده امامی، چهارده معصومی، کسانی که به خاطر اونها اینها میرن بهشت، شیعه هایی که به خاطر علی میرن بهشت، جاشون بهشته، علی که خدا در حقش اون همه احادیث گفته، لولا لما خلقت الافلاک، لولا فاطمتون لما خلقتون ما، کسی که در وصفش اینجوری خدا گفته که علی اگر نبود افلاک رو خلق نمی کردم، اگه فاطمه نمی بود تو محمد علی رو خلق نمی کردم، همچین وصفهایی رو در وصف علی گفتن، در وصف حضرت زهرا گفتن، کسی که محب فاطمه زهراست میاد میره به خاطر حالا یک آمریکا رفتن یا اروپا رفتن، میره چه کار میکنه؟ مسیحی میشه. رفتی پیرو به کسی میشی که خودش اون عیسی مسیح تو کتابش گفته بعد من کی میاد؟ محمد میاد. تویی که آخرین دین هستی، دین کامل، بعد میری دینت رو به خاطر یه کشور اروپایی، خاک بر سره. دقیقا با همین دیدگاه، با همین دل، با همین قلب انجیل رو خوشحال شدم. من میرم پیدا میکنم تو انجیل که گفته، عیسی گفته بعد از من محمد میاد. این آیه رو بهش نشون میدم، میگم خاک بر سرت، تویی که شیعه علی هستی اینو ندیدی، اومدی به خاطر یک آمریکا و اروپا رفتن دینتو داری میفروشی، کافر، ملحد، جات تو آتیش جهنمه، چجوری میخوای جواب علی رو بدی؟ چجوری میخوای جواب فاطمه رو بدی؟ سمینار تمام شد و شبان اومد پشت و بچه های ایرانی رو جمع کردن، چون بین المللی بود، از همه زبان ها بودن، مترجم ها ترجمه میکردن. و بچه ها تمام اطلاعات مسیحیت رو که همه رو یه جانه میگن، الفبای مسیحیت بگم، معجم مسیحیت بگم، هر چی که از مسیحیت نیازتونه، من همه رو در قالب 10 روز از صبح تا شب میخوام بگم، هر کی حاضره بیاد. آقا ما هم خوشحال که آخ جان الان دیگه میتونم گیر بیارم. شما فرض کنید توی یک اتاق که حالا اونجا همه مبله، شبان اینجا میسته صحبت میکنه، من دقیقا کنارش نشسته بودم، یعنی یه میزی بود اونجا کتاب انجیل و کتابای مسیحی اینا، من دقیقا دفترم هم آورده بودم مینوشتم و تمام اطلاعات مسیحیت رو به معنی واقعی ایشون گفت. صبح تا ظهر نهار میخوردیم، باز دومته به عصر شروع میگردیم تا شب، همه الهیات مسیحیت خب زیاده، ولی چکیده ای که بتونی دقیقا پیدا بکنی رو من اونجا پیدا کردم. و من اونجا با سوالها و پرسشهایی رفتم که حکایت دست بریده عباس چی میشه، اینایی که میان با چه جرأتی میرن مسیحی میشن، حکایت عالم آل محمد آقا امام رضا چی میشه، این ذریح رو شما چجوری میخواین بذاریدش کنار و بیاین بگید عیسی، حکایت باقر العلوم، این کسی که علوم را شکاف این همه علم داشت چی میشه، امام جعفر صادق حکایتش چی میشه، قلب شکسته حضرت زینب چی میشه، تمام حضرت زهرا چی میشه. من با این دیدگاه ها رفتم که پیدا بکنم، با دیدگاه جنگ رفتم، با دیدگاه مخالفت رفتم، با دیدگاهی رفتم که همه را محکوم بکنم. بعد از اینکه 10 روز تموم شد،
دفتر سررسیدی کوچیک نه، دفتر معمولی سایز رقعی بهش میگن. من 250 صفحه تو اون روز نوشته بودم. برای خودم عجیب بود، یعنی روزی 25 صفحه من نوشته بودم. منی که از بچگی پای منبر بزرگ شده بودم، مداح بودم، به گریه مینداختم روزهای عزا، به خنده مینداختم روزهای تولد بچه مسلمان ها رو، پا منبری بودم. من بعد از 10 روز دیدم که به فیض مسیح هم با تمام وجودم، با قلبم، با فکرم ایمان اومده. نمیدونم کی چی شد ایمان آوردم. مسیح رفته بود توی گوشت و پوست و استخون و همه اعضا و جواره هم. هیچ اثری، اثر شکه بود، دودلیه دیگه از امام زمان و محمد و علی و حسن و حسین و باقر و صادق و جعفر و کاظم و موسی و هادی و عسکری و مهدی نمونده بود، از ابوالفضل و طفلان هیچ. وقتی که مسلمون بودم نسبت به تمامی انسان‌ها، چند میلیارد انسان روی زمین، این دیدگاه رو داشتم و این تفکر رو داشتم که همه این انسان‌ها میرن جهنم، فقط منی که مسلمون 14 معصومی یا به عبارتی اثنا عشری هستم و ولایت علی ابن ابی طالب رو قبول دارم میرم بهشت، همه اونها چی هن؟ جهنمی هن. میتونیم هر کاری میخوایم بکنیم چون نابودیم میری جهنم. حالا تو که میخوای بری جهنم بذار من یک بلای منم سرت در بیارم، تو که میخوای نابود بشی منم یه بزر یک بیشتر نابودت کنم، حقمه، این دنیا مال منه. خب اما الانی که واقعا تبدیل شدم، مرده شدم و زنده شدم به روح قدوس و خداوند، همه انسانها رو با تمام قلبم، حتی همون مسلمانهای شیعه 12 امامی عاشق علی رو دوستشون دارم و براشون با همه وجودم دعا میکنم. خدایا با اینها ملاقات بکن. خدا یکیه، قدرت خدا یکیه، مطمئن باش. یه خدا داریم، یه پدر داریم، دوتا نداره. همدیگر یه جا ملاقات خواهیم کرد، نه دو جا. اگر منم میرم بهش، تو هم میری بهش، یکیمون میره. پس دقت بکنیم. دوستتون دارم. از راه دور روی گل تک تکتون رو میبوسم. در دستان خدا باشید. برکت خدا باهاتون باشه. آرامش خدا باهاتون باشه. سلامت خدا من باهاتون باشه. قوت خدا باهاتون. ایام به کام. خدا نگهدار.